برای رنگ کردن بینی و لب و صورت دوباره مثل همون چشم که داشتیم کار میکردیم، سفیدی ها رو رنگ میکنیم. یعنی ببینید این دایره سر بینی خیلی سفید هست، یه سفیدی دارم که رو خط بینی هست، سر بینی مستقیم. اول همه سفیدی ها رو رنگ میکنیم. یه مقداری حالت ابروش رو من از حالت کشیده که میخوام مثل تر هم بشه یکم گردتش میکنم و دوم ابروش رو کوتاه‌تر میکنم که بیشتر شبیه تر هم بشه. ببینید این سفیدی ها کنار بینی هست، سفیدی ها رو میذارم، این خط ها رو پاکش میکنیم. این الان من دارم با کنته سفید میزنم، شما میتونید با گچ پاستل سفید بزنیم، با گچ هم این کار رو میتونین انجام بدین. خب این قسمت کنار لب به چونه سفید دارم. قسمت پشت لب هست، دو تا قسمت پره بینی هم خیلی کم سفید میزن. بعد از رنگ سفیدم یه رنگ بعدی رو باید بزنم، رنگ گلبهیمون هست، این رنگی که خیلی پرپرش نمی کنیم، یعنی مثل مداد رنگی اینجوری که باید پرپر بشه نمی کنیم. گفتم بخاطر این که رنگ مقوامون رنگ پوست نزدیک هست بهش، خاطر همین پره پرش نمی کنیم که این رنگ مقوا هم داشته باشه. خط گردن میره گوشمونم فراموش کردیم، یکم سفیدی این قسمت و این قسمت به رنگ گلی. خب انگشت کوچیکمون اینا رو محو میکنیم. بعد به رنگ
سیه نامون این قسمت تیره میبینم، قسمت هایی که تیره تر میبینم، یه تیکه این قسمت هست تیرگی که محفش میکنی. این قسمت پره بینی کوچولو میبینم زیر بینی. بعد با رنگ قهوه‌ایمون یا مشکیمون سوراخ‌های بینیمون رو می‌کشیم. این قسمت چون که ظریف هست، من دیگه اگه انگوش بکشم کامل همه جا پخش میشه. یه ذره با قلمم محوش می‌کنم. از این تیرگی هم استفاده می‌کنیم. این از تیرگی های دیگه جاهای دیگه میتونین استفاده کنی. خب این قسمت زیر چشمش میبینید یه خورده کثیف شده. شما میتونید قسمت هایی که فکر میکنین رنگش چرک شده بد شده پاکش کنین و دوباره از اول سایه بزنید. من احساس کردم یه دیگه رنگش چرک شده، یه بار دیگه میدم رنگش رو تمیزش، بعد دوباره موجهاش رو براش میکشم. این قسمت سفید تره، این سفید همون بیشتر فشار میدم، یعنی بعد از مرحله که انگشت کشیدیم همه جا محو شد، یه بار دیگه برگشتم و سفیدی هایی که بیشتر میبینم و میذارم بیشتر ببینم. این قسمت موها که تیره هست این قسمت حالت رفت و برگشت که این موهای ریز رو نشون بدین توی صورت و بقیهش هم که ساده. رنگ سفید دارم که میخوام صورتم رو بیشتر نشون بدم با رنگ سفید. این قشنگ این خط صورت رو میندازیم دوباره با یه انگشت تمیز این سفیدیه رو محوش میکنیم توی
مقوا. این سفیدیه دست خودتونه، میتونین کلن به مقوا رو این یتیکر رو سفید کنین، میتونین هم محوش کنین تو مقوا. شما هر چهره یا که بخواین رنگی بکشین، مثلا چهره آشنا، حالا هر کس از عکس خودتون خواستین بکشین، به همین روش کار میشه. یعنی اینکه دقیقا همین رنگایی که دارم استفاده میکنم، فقط برای رنگ چشم که دیگه تغییر میکنه، رنگ چشم میتونین از رنگ قهوه استفاده کنین، ولی کلان روش مداد کنته رنگی به این روش کار میشه. حالا بعضی از پوستا که احساس میکنیم مثلا برونز تر هست، رنگشون تیره تر هست، اونو میتونین از ته رنگ سبز هم توشون بیارین که رنگش رو گندمی تر کنه، سبز تر کنه رنگ پوست رو. این قسمت بینی و من یه کمی جهت پایین بینی، ببینین اون جهتش یکم بینوتر بود، جهت من رفته بود به سمت داخل. با قلمو میزنم توی تیرم، اینو محفش میکنم. یک تیرگی هم این قسمت داریم. خب موها رو تکمیل کنیم که بعد بریم سراغ رنگ کردن لب. یه تیکر رو قشنگ فشار میدم دستم و این موهای باریک رو میکشیم. این موهای باریک رو با رنگ سینا هم میتونیم بکشیم. موهای کوچیکی که توی صورت اومده رو میتونیم با روشن بکشیم، محو بشه. موهایی که قسمت هست هم که میخواین خیلی ظریف‌تر نشون بدین، میتونین با رنگ قهوه‌ای مداد رنگیتون یا رنگ اوکرمو موهای ظریف‌تر رو میتونیم نشون بدیم، رنگ بنفش. این مداد رنگی رو باید مرحله آخر انجام بدین، چون میدونین که دیگه روش رنگ نمیگیره. مثلا برای ظریف کاری های آخر کار میتونین از این رنگ مداد رنگی هم ترکیبی استفاده کنین. خب تا اینجای کار رو داشته باشین که بعد مرحله بعد لب رو با هم دیگه کار کنیم.